هاتون در میان بگذارم. به نظر شما رهبران جمهوری اسلامی ایران با این نوع رفتار و اعمالی که بیشتر در رابطه با سیاست‌های خارجی ایران هست، چه انگیزه هایی رو باعث میشه که از سوی مقامات جمهوری اسلامی این چنین عمل بکنن و پیامت های این نوع سیاست ها برای کشور ما چه خواهد بود؟ ببین، سیاست خارجی جمهوری اسلامی یه پدیده بسیار بدیعی در جهان معاصره که تفسیر و تحلیل اون با استفاده از معیارهای مسلط و گفتمانهای مربوط به روابط بین المللی میسر نیست. یعنی این معیارها در محور شاخصهایی مثل وضع ایران، دستاوردهای تجاری، اقتصادی، امنیتی در روابط بین المللی، تا چه اندازه از این جهت سیاست خارجی تونسته به رفاه و امنیت و حیثیت جامعه و یا اعتبار بین المللی کشور کمک میکنه. این معیارها به هیچ وجه با سیاست خارجی ایران خوانایی نداره و بنابراین برای فهم این سیاست ما بیشتر بعد در مورد ارزیابی شاخصهای متأثر از مذهب یا ایدئولوژی و اهداف و نگرانی های داخلی رژیم، یعنی ثبات و بقای رژیم استفاده بکنیم و در روند ادامه این سیاست، انقدر این روند با واقعیات جهان، با معیارها و سنتهای نهادینه شده در دنیا در تضاد که سیاست خارجی ایران پر از تضاد و تناقضه. مثلا در رابطه با آقای الظواهری، ایران نسبت به داعش، نسبت به القاعده و نسبت به طور کلی فعالین رادیکال مسلمون اخوان المسلمین خصوصا در مصر، از یک طرف چون اینها صحبت از اسلام و ضدیت با فرهنگ و تسلط غرب در خاورمیانه میکنن همصداست، ولی از طرف دیگه از بینش تشیع این گروه ها و عناصر رو رد میکنه و در عمل حتی با آمریکا هم همکاری میکنه بر ضد اینا، همطور که ایران و آمریکا همکاری کردند در دوره 8 ساله‌ای که روس‌ها داشت در افغانستان بودن. ایران به هزارها کمک میکرد به گروه های شیعه و آمریکایی ها بیشتر به کسانی که بعد شدن مجاهدین که بعد طالبان شدن. این تضادها وجود داشت ولی تو تبلیغات خودشون خیلی جالبه که آمریکا ایران به آمریکا اجازه داد در سال 2001 که از فضای هوایی ایران استفاده بکنه برای حمله به طالبان. چرا؟ در این موقع طالبان رو ضد خودشون، القاعده رو ضد خودشون، ولی از طرف دیگه چون این القاعده و طالبان و به طور کلی این گروه های جهادی تا حدودی بین توده های مردم تأثیر دارن، نفوذی دارن، پایگاه اجتماعی دارن و ایران هم دقیقا میخواد به همون پایگاه اجتماعی راضی بکنه، تپر از تضاد و تناقضه. اینه که به نظر من از این که یک رهبر شناخته شده القاعده از بین میره ایران خوشحاله، ولی هرگز این خوشحالی رو به طور صریح بیان نمیکنه. همونطور که از کشته شدن بن لادن 100% خوشحال شدن، برای اینکه بن لادن ضد تشیع و ضد مواضع ایران بود و بالاتر از این گروه های که با القاعده یا با داعش یا خصوصا داعش خراسان همکاری میکنن و در گروه های طالبان هم بسیار فعال و مؤثر بودن، این عناصری هستن که هزارها و یا تشیعیان افغانستان رو حتی از در این یک سالی که قدرت گرفتن مرتب به اینا حمله میکنن و کشتاری از این و ایران باز در بین این. بنابراین ایران در یک تضادی قرار گرفته که از یک طرف با آمریکا همکاری میکنه بر ضد القاعده و داعش، از طرف دیگه میخواد با القاعده و داعش همصدا بشه بر ضد آمریکا و فرهنگ غرب. این هم یکی از اون نمونه هایی است که عکس العمل ایران به کشتن الظواهری دقیقا میتونه به اصطلاح یه نمونه ای از رفتار ایران نسبت به این واقعیت در دنیا باشه که به قول خودمون هم میخواد بگه دوست دشمن
دشمن دوست توه و در اینجا هم آمریکا دشمن دشمن مشترک میشه، هم القاعده و الجهادی ها دشمن دشمن بر ضد آمریکا میشه. ایران این وسط بازی میکنه. نتیجه اون چیه؟ نتیجه اون انزوای ایران، بی‌اعتباری ایران و ضرری عظیم و عمیق به منافع ملی کشوره. بسیار ممنون جناب فرهنگ. اما اجازه بدید این سوال ازتون بپرسم. شما اشاره کردید که این سیاست ها موجب ناامنی در کشور میشه و طبیعتا تأثیر خودش رو روی روابط بین المللی ایران با سایر کشورهای بزرگ جهان میگذاره. سوال من اینه، با توجه به اینکه اینا یه حکومت ایدئولوژیک هستند و احتمالا هر سیاستی رو چه در عرصه مسائل داخلی و خارجی اعمال میکنن براش توجیه مذهبی میتراشن، اما در هر حال به عنوان یک حکومت در دنیای امروز میبایستی شرایطی رو فراهم بیارن که جمعیت 80 و چند میلیونی ایرانیان بتونن حداقل‌های زندگی خودشون رو داشته باشن و این بدون ایجاد رابطه با کشور سایر کشورهای جهان عملی نیست. به واقع ضعف اساسی کجاست؟ یعنی این باورهای مذهبی است که مانع این وضعیت شده در کشور ما، یا اینکه دلایل دیگری داره از لحاظ سیاسی که احیانا ضدیت با غرب، ضدیت با آمریکا، با اسرائیل و سایر کشورهایی که در منطقه هستند، کدومش هست؟ به نظر من ریشه های عمیق ایدئولوژیک داره. یعنی اگر ما کتاب های خمینی و مقالات او، سخنرانی های او، مصاحبات او رو بخونیم که متاسفانه قبل از انقلاب هرگز ما این دانش و فهم رو نداشتیم و او رو بیشتر یه فرد سمبولیک و نمادینی می دیدیم تا یه رهبر سیاسی، همه چی رو در اونجا در همون دو سال اول معیارهای اساسی سیاست خارجی و داخلی ایران رو خمینی تعیین کرد، نهادینه کرد و اون نهادها تا امروز ادامه داره، اگرچه پر از تضاد و تناقضه و میتونه حداقل در نسل دوم انقلابی سوالهای ایجاد بکنه. ولی مسئله اساسی اینه که بذارم نظر تاریخی بگم که در قرن بیستم چهار انقلاب در دنیا به وجود اومد. انقلابی که ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه رو تغییر داد. انقلاب روسیه بود، اتحاد جماهیر شوروی شد، انقلاب چین بود، انقلاب کوبا بود و انقلاب ایران. این انقلابات از نظر ایدئولوژیک و از نظر گفتمانهایی که داشتن تفاوتهای اساسی با هم دیگه داشتن، ولی در دو مورد با هم هماهنگی داشتن. یکی این که اومدن معیارها و عرف روابط بین المللی رو زیر سوال بردن و مشروعیت اون رو گذاشتن، یعنی در واقع نفی و نقض اصول به اصطلاح معمول بین المللی رو به هیچ وجه براشون کاملا نوعی دفاع ایدئولوژیک ازش داشتن. دوم اینکه برای خودشون رسالتی برای صدور انقلاب و یا نفوذ در کشورهای دیگه قائل شدن. ایران هم مثل اون سه کشور به همین به اصطلاح این مواضع رو داشت، ولی طور که میدونیم جای بحثش نیست، ولی اون سه کشور به این نتیجه رسیدن که انقلاب حالا نیست که صادر بشه و رد کردن و نفی معیارهای روابط عرف و روابط بین المللی میتونه از نظر امنیتی و اقتصادی براشون هزینه های سنگینی داشته باشه و تغییر مواضع دادن که اون بجا. ولی در مورد ایران این اتفاق هنوز نیفتاده، یعنی هنوز ایران به اولین اقدامی که بر ضد مهمترین عرف روابط بین المللی کرد گروگانگیری بود. یعنی به اصطلاح امنیت دیپلماسی، امنیت دیپلمات ها از قرنها و قرنها پیش به اصطلاح مورد تایید کشورها حتی قبائل به اصطلاح بوده. و این بنابراین نکته مهم دیگه که در این رابطه به نظر من با اون سه کشور دیگه فرق میکنه اینه که اون سه کشور دیگه، چین، روسیه، چین و کوبا، هرگز با ملیت مخالف نبودن. یعنی منافع ملی حتی در اون دورانی که میخواستن انقلاب رو صادر بکنن یا نفوذ بین المللی داشته باشن، چون احزاب کمونیست در دنیا وسیع بودن، حامیانی داشتن، میتونستن این اقدامات رو ادامه بدن بدون اینکه منافع اقتصادی، یعنی
خصوصا امنیت خودشون رو و منافع اقتصادی خودشون رو زیر پا بذارن. ولی ایران به طور رسمی در قانون اساسی و در تمام گفته های خمینی ملیت و ملیگرایی رو مرتد میدونه و رد میکنه. یعنی به طور کلی در سیاست خارجی ایران منافع ملی یعنی رفاه و امنیت و اعتبار بین المللی کشور معیاری نیست که از اون طریق اینها تصمیم بگیرن و توجیهشون هم یه توجیه کاملا ایدئولوژیک و مذهبیه و در این رابطه برمیگردن به اوائل اسلام، برمیگردن به دوران محمد، برمیگردن به دوران خلافت علی و میگن در اون دوران که برای به رهبران ایران بسیار مهم، یعنی مدینه فاضله جمهوری اسلامی کشوری بوده که قبیله‌ای بوده که در 1400 سال پیش اسلام را آغاز کرده و از طریق جنگ و خشونت این رو توسعه داده و در اون زمان هم چیزی به اسم ملیت وجود نداشته، به هم چیزی وجود نداشته، بلکه یک ایدئولوژی وجود داشته، یک مذهبی وجود داشته که مرز نمیشناخته و به وقتی خمینی گفت جنگ چیز خوبی است، حرف درستی در رابطه با آغاز اسلام بیزد. تمام پیشرفت‌ها و گسترش اسلام از طریق جنگ و خشونت بوده. اینها اون رو به طور کلی رد می‌کنن و از این طریق هم هست که میبینیم به طور خیلی رسمی میگن که به سبب فداکاری کردن سربازان و بهشت رفتن و غیر ذلک که همونطور که شما توضیح دادین در مقدمه استفاده کردن از سوره و آیه و قرآن و سنت برای توجیه و یا به سبب دفاع از موازی که میگیرن خیلی جالبه که 400 سال قبل شکسپیر در که در نمایشنامه The Merchants of Venice تاجر ونیسی یک گفتگوی بین دو تا از این قهرمانان هست که راجع به مذهب که شکسپیر میگه که شیطان هم میتونه از کتاب‌های آسمانی استفاده بکنه که موازه خودش رو توجیه بده. یعنی این یه واقعیتی که این کتاب ها انقدر توش حرف صرفشون زیاده، من اخیراً دارم ترجمه بسیار خوب فارسی تورات و انجیل و قرآن رو میخونم، هر صلح میخوای آیه هست، جنگ میخوای آیه هست، آدم کشی میخوای آیه هست، هر چی بخوای براش آیه هست، بر خود ضدش و یا مخالفش. بنابراین استفاده کردن از گفتمان های مذهبی برای توجیه موازی که رژیم میگیره دقیقا همون چیزیست که لنین و استالین در یا هیتلر در آلمان میکردن که اونا میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه، هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی اون چیزی که شیعه ها بهش میگن تقیه، یعنی هر جنایتی هر ظلمی برای رسیدن به اون مدینه فاضله‌ای که مربوط به 1400 یک افسانه که پوچ بی‌معنی احمقانه است، ولی به هر حال اینا این اعتقادات رو دارن و به نظر من خمینی صمیمانه به این حرفا معتقد بود، تردیدی نیست که ما، ولی توجه داشته باشیم که صمیمی بودن در اعتقاد ارزش نیست. هیتلر صمیمانه معتقد بود که کشتار یهودیان میتونه آلمان رو قدرت بزرگ جهانی بکنه و از این القاعده آدمایی که خودکشی میکنن انقدر صمیمیتشون بالاست که حاضرن برای رسیدن به هدفشون خودکشی بکنن. بنابراین اگر کسی اعتقاد داشته باشه اون اعتقاد، بنابراین ما سیاست ها رو در حریم سیاست و جامعه باید با پیامدهای اونها برای مردم و بر جامعه مورد سنجش قرار بدیم، نه اینکه چه نوع توجیه آیه و روایت و یا حرفای ایدئولوژیک بیارن. و به نظر من رژیم ایران به این به همین دلیل است که اگه بخوایم راجع به شب بعد میتونیم صحبت بکنیم، امروز در داخل خود رژیم ایران اختلاف افتاده که یه عده میگن و این اختلاف فقط به فقط مربوط به سیاست خارجی که ادامه سیاست خارجی 43 سال گذشته ثبات و رژیم رو تهدید میکنه، ولی کسانی که اعتبار خودشون رو در 43 سال گذشته در این رابطه گذاشتن بسیار براشون سخته که بخوان موازی خودشون رو تغییر بدن. و به نظر من تا زمانی که نسل اول انقلابیون مثل خامنه‌ای و شرکا سرکارن بسیار بعیده که سیاست خارجی ایران کوچکترین تغییری بکنه. و توجه داشته باشیم که این اختلافی که در درون رژیم
راجع به سیاست خارجی وجود داره هیچ ارتباطی به ماهیت رژیم در مسائل داخلی نداره. در استبداد فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، رفسنجانی و خامنه ای و روحانی و اینا تمام یکی هست، به منتها به منافع، به ثبات و امنیت رژیم که میرسه، یعنی منافع طبقه حاکمه ای که سر کار اومده، میگن ادامه سیاست خارجی در تقابل با دنیا مسئله ساز شده برای ما. این نتیجه، این اختلاف فقط موقعی معلوم میشه که نسل اول انقلاب صحنه رو ترک بکنند. آقای فرنگ، بسیار بحث خوب و آموزنده است که اینکه تا چه اندازه سیاست های خارجی یک دولت یا یک حکومت میتونه یک مملکتی رو به مرز برشکستگی و انزوای بین المللی بکشه. این موضوع موضوع بسیار مهمی است. اجازه بدید برگردیم به عقب و در مقایسه‌ای که شما کردید، مقایسه‌ای که بین انقلاب روسیه و چین و کوبا و حتی ویتنام هم شاید بشه بهش اضافه کرد، با انقلاب ما در سال 57 در ایران. آقای فرنگ، همطور که خودتون میدونید یکی از شعارهای اصلی و مشترک انقلاب اسلامی با ماهیت سیاست‌های کشورهای مانند روسیه و چین و کوبا در ضدیتشون با امریکا و دنیای غرب مشترک بودند. حتی حزب توده ایران توجیه حمایتش رو از انقلاب اسلامی و خمینی بر اساس تز راه رشد سرمایه‌داری که از طرف حزب کمونیست شوروی اون زمان مطرح شده بود توجیه میکرد و میگفت ما به دلیل اینکه معتقدیم خمینی نماینده خرد سرمایداری ایرانه و اگر نمایندگان خرد سرمایداری یا به عبارت اونا خرد بورژوازی ایران به قدرت برسه، طبیعتاً ما رو به هدفمون یعنی رسیدن به سوسیالیسم کمک میکنه، یعنی سوسیالیسم از طریق راه رشد غیر سرمایداری که خمینی میتونست نمایندگیشو به عهده بگیره. اما نکته که میخوام الان خدمتتون عرض بکنم تو فرمایشات شما این بود که بعد از انقلاب روسیه ما شاهد این هستیم که در بین روشنفکران کشورهای غربی یک موج عظیمی بین شعرا، نویسندگان، روشنفکران، دانشمندان و دانشجویان نسبت به انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر فرانسه ایجاد سمپاتی میکنه، تا جایی که حتی تا پیش از فروپاشی اردوگاه سوسیالیست ما شاهد این هستیم که احزاب سیاسی چپ در پارلمان‌های مختلف در کشورهای غربی از سوئد و فرانسه بگیرید تا ایتالیا وجود دارند و اینا به عبارتی به عنوان احزاب برادرم خطاب می‌شدن اگر خاطرتون باشه، یعنی احزابی که با حزب کمونیست روسیه در ارتباط بود. اما اینها به خاطر پایگاهی که در جامعه پیدا کرده بودن، حالا یه حداقلی بود که میتونستن نمایندگانشون رو وارد پارلمان‌های کشورهای غربی هم بکنن. اما انقلاب ایران با همون شعار ضد امپریالیستی که شعار روس‌ها بود، شعار کوبایی‌ها بود و شعار ویتنامی‌ها و چینیان بود، هرگز نتونستن در بین روشنفکران غربی و جوانان کشورهای غربی پایگاهی پیدا بکنن. علاوه بر اون توضیحاتی که تا به حال دادید در همین گفتگویی که الان داریم، آیا دلیل دیگری برای این انزوا بیش از حد ما و این بیتفاوتی و یا اینکه اصلا قوه دافعی که ایجاد کرد انقلاب اسلامی در بین جهانیان میشه چیزی دیگری بهش اضافه کرد، توضیحات دیگری؟ اجازه بدید یک نکته راجع به ویتنام بگم، فقط یک جمله. و این که ویتنام یک مبارزه ضد استعماری بود. بله. انقلاب به این معنا که ضد استعماری بود، در حالی که ویتنام بلافاصله بعد از موفق شدن سخت علاقمند به روابط عادی اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک با همه کشورهای دنیا بود، از جمله آمریکا، که امروز سرمایه گذاران آمریکا در ویتنام فعالیت‌های وسیعی دارن و غیر زاله. اینه که تفاوتش به طور کمک ویتنام هرگز کشوری نبود که رسالتی برای نفوذ گذاشتن یا انقلابش در خارج داشته باشه، یعنی اون چیزی که چین و کوبا و روسیه به اصطلاح داشتن. توی تفاوت اساسی که در اونجا وجود داره، مارکسیسم قبل از اینکه حتی انقلاب شوروی ایجاد بشه در سراسر دنیا جذابیتی داشت
برای روشنفکران، برای هنرمندان، برای اینکه برای اولین بار فلسفه ای بود که صحبت از عدالت اجتماعی میکرد، خصوصا در قرن 19 که به دلیل تحولات صنعتی اختلافات طبقاتی عمیق‌تر شده بود. ولی اشکالی که در اون زمان به اصطلاح در مارکسیسم وجود داشت نوعی تقلیلگرایی تحلیلی بود که این تقلیلگرایی تحلیلی تا فروپاشی شوروی ادامه داشت. منتها در اون کشورهایی که شما دارین صحبت میکنین اینها وارد سیستم های موجود دموکراتیک شدن، در فرانسه، در اسپانیا، در ایتالیا، که اینها ماهیت رژیم موجود رو زیر سوال نبردن، مشروعیتش رو زیر سوال نبردن، از اون طریق میخواستن سیاست ها به سیاست های سوسیالیستی که بتونن نفوذ بذارن، که خیلی هاشون هم موفق شدن، خصوصا در کشوری مثل سوئد یا کشوری مثل نروژ که این اعتقادات با دموکراسی آمیخته شدن و در ساختار اقتصادی مملکت تأثیرات اساسی به اصطلاح داشتن. ولی مشکل مارکسیسم، فقط یک کلام مشکل مارکسیسم به طور کلی یک ادعایی که خودش رو علمی میدونست، علمی تقلیل گرایی بود که همه تمام تحلیل ها، تمام به اصطلاح موازی که میگرفتن بر مبنای اقتصاد بود، مبنای اقتصاد و روابط طبقاتی بود. یعنی چیزی به اسم طبیعت انسان، چیزی به اسم تاریخ، چیزی به اسم تمایلاتی که تو انسان‌ها متفاوته وجود نداشت در این بینه. به همین دلیل هم بود که وقتی در اواسط قرن 18 19 وقتی به مارکس گفتن که تو این چرا که طبقات کارگری که انقدر تو ازشون دفاع میکنی در رأی دادن و در حمایت از این انقلابات پشتیبانی نمیکنن، یه اصطلاحی به کار برد که این اصطلاح بعد فروید اومد اینو برای ما توضیح بده، گفت به انگلیسی گفت they are suffering from false consciousness، گفت دارن از آگاهی غلط رنج میبرن. false consciousness یعنی چی؟ فالس کانشسنس یعنی اینکه یه انگیزه ها و ارزش های دیگری در انسان ها وجود داره که اینها میتونه بر ضد منافع اقتصادی اونها تموم بشه. امروز در آمریکا تعداد قابل توجه طبقات کارگر به دست راستی ها رأی میدن برای اینکه در مخالفتشون با مسئله مهاجرین، مخالفتشون با مسئله همجنسگرایی، مخالفتشون با سخت جنین، یعنی این ارزش های فرهنگی تأثیر بیشتری روی گروه های سنتی داره تا منافع اقتصادی و طبقاتی خودشون. و این ادامه بالاتر از اون، حتی این اختلافات، این تضادها و تناقصها در سطح رهبری هم وجود. وقتی شوروی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یک مرتبه تعداد بیلیونرها در ظرف 5 سال در اتحاد جماهیر شوروی بیشتر از آمریکا بودند. یعنی در اون موقع هم این به ظاهر به سال عدالت اجتماعی که در اونجا درست، این منتها ایران به هیچ شکل از این مسائل اگر خمینی رو ما بخونیم اصلا چیزی به اسم عدالت اجتماعی و مسائل اقتصادی وجود نداره. و وقتی میگه اقتصاد مال خره، این واقعا حرفی بود که ما بهش میخندیدیم، ولی واقعیت هم اینه که از نظر او این اعتقادات و خرافات در انسان ها اهمیت خیلی بیشتری داره تا وضع زندگی مادی و اجتماعی اونا. و هنوز که هنوزه، امروز بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی توی اون سطح، امام جمعه اصفهان میگه که خشک شدن زاینده رود علتش اینه که در کنار این رودخانه زنان بیهجاب راه میرن. این باز ما بهش میخندیم، ولی این طنز دردناکیه. یعنی اعتقادی رو داره، میگه که تو بخشی از اون جامعه 5%، 10%، 20%ی که طرفدار رژیمن و میتونن بسیج بشن، میتونن به دیگران حمله بکنن، این اعتقادات رو دارن و مبارزه با این اعتقادات بخش مهمی از مبارزه برای دموکراسی. بله، خب حالا این سوال پیش میاد جناب فرهنگ، ما شاهد این هستیم که بعد از 80 سالی که از عمر انقلاب سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی گذشت، سرانجام این سیستم فرو پاشید و یک مناسبات و روابط تازه بر اونجا حاکم شد و به دنبال اونم شاهد تصمیمات جدی و تغییرات اساسی در مناسبات و روابط اقتصاد چین رو دیدیم. هر دو این کشورها پیش از این تحولات جدید
دچار فقر و عقب ماندگی های بسیار بسیار فاحش و چشمگیری بودند. این دو کشور به هر حال با تغییراتی در نحوه سیاست گذاریشون، در نحوه مناسبات و روابط داخلی خودشون تجدید نظرهای اساسی کردند و امروز اون فقر و فلاکت به خصوص در چین دیگه وجود نداره، به عبارتی لااقل نسبت به زمانی که در چارچوب سیاست‌های مطلق حزب کمونیست چین عمل می‌کرد، و در شاید در روسیه هم به همین نسبت امکاناتی فراهم شده برای مردمانش. در سایر ایالت‌های دیگه که جدا شدن از روسیه هم باز یه تحولات و رونق نسبی به وجود اومده. سوال من اینه که آیا شما فکر میکنید جمهوری اسلامی ایران سرانجام راه چین و روسیه رو یا سایر کشورهایی که در چارچوب سیاست‌های به اصطلاح کمونیستی یا سوسیالیستی اداره می‌شدن قرار می‌گیره، یا نه همچنان بر سر همین سیاست‌های کنونی خودش که در طی 43 سال گذشته داشته باقی می‌مونه، و در صورتی که باقی بمونه چه پیامدهایی رو برای کشور ما خواهد داشت؟ این سوال بسیار مهمه. اگر رژیم ایران بتونه دوام بیاره، یعنی به خاطر مشکلات اقتصادی و به خاطر انزوای وسیع بین المللی از فروپاشی در اونجا ایجاد نشه، به نظر من نسلی که امروز قدرت داره، خامنه ای و شرکا، اینها اعتبارشون روی موازی است که در 43 سال یا 50 سال گذشته گرفتن، و بسیار بعیده که اینها موازیشون رو تغییر بدن. به همون دلیل که ماو تسه‌تونگ موضعش رو تغییر نمیداد، استالین موضعش رو تغییر نمیداد. یعنی نسل اول انقلاب یا کسانی که در اتحاد جماهیر شوروی و یا در چین اومدن تغییر سیاست دادن، خصوصا از نظر اقتصادی، نقش دولت رو در اقتصاد مملکت تقلیل دادن. چی دستاورد چین از این جهت تاریخیه. شاید بتونیم بگیم که 700 میلیون انسان از فقر رهایی پیدا کردن. بالاتر از این، چین و روسیه در تمام این زمان ها ممکنه با سیاست ها مخالف رسی باشه، اما به منافع ملی خودشون و امنیت خودشون توجه داشتن. انتقاد میشه وارد کرد که حتی توسعه طلب نظامی هم، خصوصا اتحاد جماهیر شوروی. ولی اختلافش با ایران اینه که ایران واقعا میگن بدی، به شکل بدیعی در دنیا بی اعتنا به منافع ملی است. امروز منزوی ترین و فاسد ترین رژیم در دنیا شده و خطر درگیری نظامی با آمریکا وجود داره. در داخلش تا اونجایی که من روزنامه های داخل کشور و گفته های حتی افراد در مجلس ایران دنبال میکنم، خیلی روشنه که عده‌ای در درون همین رژیم که قدرت ندارن، آیا تا چه اندازه این عناصر در سپاه پاسداران هم وجود دارن نمیدونیم، برای اینکه در اونجا اگر هم اعتقاد داشته باشن نمیتونن به طور رسمی بیان بکنن، برای اینکه بیان اون بلافاصله میتونه به حذف اونها از سیستم بیانجامه. و اونشون اینه که میگن ادامه این تقابل با جهان، یعنی منزوی کردن ایران، امکان این که ایران رو از این بحران بزرگ اقتصادی رهایی بده وجود نداره. چرا؟ برای اینکه ایران نیاز به سرمایه گذاری بین المللی داره، نیاز به روابط درازمدت و کارآفرین اقتصادی و تجاری با بقیه دنیا داره، و این فقط در صورتی میتونه انجام بشه که کمپانی های بزرگ دنیا احساس امنیت بکنن در ایران. یعنی سرمایه گذاری کارآفرین در یک کشور میتونه طول بکشه تا بازده بده، یعنی امنیت میخواد، و تا زمانی که خمینی و شرکا سر کارن اون امنیت نمیتونه وجود ده. هیچ بعید نیست که اگر رژیم بتونه دوام بیاره تا بعد از مرگ خامنه ای و شرکا این تغییرات ایجاد بشه، ولی چون در ایران ما در عمل به ظاهر حکومت آخوندی داریم، ولی در عمل حکومت نظامی داریم. در عمل حکومت، آیا در درون سپاه پاسداران عناصر و گروه‌هایی هستند که در چارچوب منافع ثبات و بقای خود رژیم، نه اینکه اعتقادی به آزادی داشته باشند یا اعتقادی به کثرت‌گرایی داشته باشند، بلکه برای بقای موقعیت خودشون؟ رژیم ایران دو دستاورد بسیار مهم داشته. یکی ایجاد یک تشکیلات وسیع سرکوبه که در واقع مثل یک حزب میمونه
حدود 120-125 هزار رو استخدام کرده سپاه پاسداران و وظیفه اصلی اینها سرکوب مخالفین در داخل کشور و استفاده از اونها در توسعه طلبی در خارجه. این تا زمانی که به سر این یکی دیگه میگه که یک طبقه حاکمه جدید درست کرده که از نظر اقتصادی اختلافات بین این طبقه حاکمه جدید و توده های مردم خیلی بیشتر از زمان شاهه، بر مبنای اعداد و ارقامی که خودشون میدن. میگن 60% از مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن، در روزنامه ها اینا خود. هیچ بعید نیست که در درون خود رژیم بعد از بین رفتن و حذف نسلی که امروز سر کارن و قدرت دارن، عناصر و گروههایی پیدا بشن که بخوان راه چین رو برن، بخوان راه کوبا رو برن، بخوان راه ویتنام رو برن. یعنی عادی سازی روابط تجاری، اقتصادی، دیپلماتیک با بقیه جهان برای بقا و ثبات رژیم خودشون. به نظر من این عناصر و گروه ها همونطور که در چین میبینیم و در کوبا میبینیم هیچ تعهدی به کثرت‌گرایی و آزادی بیان و ارزش‌های دموکراتیک ندارن، ولی ثبات و بقای خودشون میتونه موازه اونها رو تغییر بده. در ایران کلید قضیه اینه که آیا در درون سپاه پاسداران، یعنی دستگاه بزرگ سرکوب رژیم، عناصری هستند که در این طریق حرکت بکنن. در حال حاضر ما نمیدونیم، برای اینکه جرأت بیانشو ندارن، ولی بعد از مرگ خامنه‌ای ما شاهد این نوع تحولات خواهیم بود. خب جناب فرهنگ، ببینید با توضیحاتی که دادید این سوال پیش میاد که در صورتی ما شانس تحولات جدی در سیاست‌های خارجیمون داریم و در نتیجه بهبود وضع اقتصادیمون که خامنه‌ای بمیره و احیانا در بین فرماندهان سپاه کسانی پیدا بشن که بخوان دست به یک تحول سیاسی بزنن که قطعا با توجه به بحثی که امروز شما داشتید مربوط میشه به سیاست خارجی ایران، ایجاد رابطه با غرب، با آمریکا، تا اینکه اون امنیت لازم به وجود بیاد که سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت بگیره و وضع فلاکتبار امروز مردم ایران نجات پیدا بکنه. اما نکته اینه که با توجه به اینکه همین امروز به قول جناب عالی 60% مردم جمعیت کشور ما زیر خط فقر زندگی میکنن و کم کم تهدید گرسنگی و قحطی هم در راه، با توجه به این وضعیتی که پیش آمده، همین سیلی که اخیراً اومده، قطعا جناب فرهنگ شما اطلاع دارید ضرر و زیانهای بسیار سرسام‌آوری رو به کشاورزی ایران، به دامداری ایران، به باغداران ایران زده که اصلا و بعد ساختمان‌هایی که از بین رفته، خانه‌هایی که ویران شده، انسان‌هایی که جان خودشون از دست دادن، که حتی جبران کردن این خسارات سیل هم به این سادگی برای این حکومت ناکارآمد کار ساده‌ای نیست. بنابراین مجموعه این عواملی که الان پیش اومده وضعیت اقتصادی اسفناکی رو به جامعه ما تحمیل میکنه و در کوتاه مدت اگر به داد این مردم رسیدگی نشه، به نظر میرسه که قحطی و گرسنگی صدمات جدی رو وارد کشور ما بکنه. سوال من از شما اینه، تا رسیدن به اون اگری که شما بهش اشاره کردید، مرگ خامنه ای و آمدن یک سری سیاستمداران جدید که بخوان روابط تازه‌ای رو با غرب ایجاد بکنن، چه بر سر مردم ایران و چه بر سر این کشور خواهد اومد؟ ضمن اینکه این سوال هم مطرحه که آیا به واقع انتظاری از اپوزیسیون، گروه‌های مخالفی که امروز وجود دارن که خارج از حیطه قدرت هستن، بهشون امیدی نیست که شما در انتظار این هستید که شاید از درون رژیم حرکتی صورت بگیره که بتونه اوضاع ایران رو عوض بکنه؟ اون تنها امید نیست. میگم یکی از راههایی که این رژیم در ماهیت کدونش بتونه، مثالی که شما زدین، از طریق چین و کوبا روسیه پیش بره بعد از مرگ استالین و ماو غیر زالک، این یکی از امکاناته. ولی قبل از اینکه به اونجا برسیم، تردید نیست که امید ما، آرزوی ما و آرزوی کسانی که در ایران مبارزه میکنن که این رژیم رو به چالش بکشن و فروپاشی این رژیم رو هرچه زودتر امکان پذیر بکنن. و از این جهت هم منطق، تاریخ، تجربیات به ما میگه که فروپاشی این رژیم اجتناب ناپذیره، ولی متاسفانه کی و چگونه قابل پیش بینی نیست. اون چیزی که برای مبارزین در داخل ایران
مبارزاتی که سیاسی در گذشته شده یا احزاب بودند که این احزاب ایدئولوژی هایی داشتن. مصدقی بود، حزب توده بود، حزب پانیرانیست بود، حزب ایران بود. اینها احزابی بودند که به دلایل ایدئولوژی که تعدادی بخشی از طبقات متوسط به خودشون جلب میکردند و این مبارزات در چارچوب این سیستم های حزبی و عقیدتی ادامه داشت. در حال حاضر چنین چیزی وجود نداره و رژیم هم هرگز اجازه نمیده که در ایران منتقدین و مخالفین رژیم تشکیلاتی درست بکنن. بنابراین مبارزه بر ضد رژیم یک مبارزه پراکنده و فی‌البدا هست. از اینکه این مبارزه بسیار عمیق، ضدیت با این رژیم بسیار اساسیه، واقعیات در واقع برای مردم کاملا قابل فهمه، ولی تشکیلاتی که نیاز به تشکیلات و نیاز به رهبری در حال حاضر در ایران هنوز به وجود نه. امید ما اینه که به وجود بیاد. اون در اینجا چالشی که در برابر ما قرار داره که در خارج از کشور زندگی میکنیم، این ببین نقش ما چیه؟ نقش ما در خارج از کشور که از امنیت و آزادی برخورداریم، بیایم بگیم که اون روزی که این رژیم فروپاشی میکنه، یا فروپاشی که میخواد از درون خودش تغییراتی بده، یا فروپاشی که زمینه ای برای مبارزین ضد خودش ایجاد میکنه، ببینیم در اونجا ما چه نوع فعالیت های نمادینی میتونیم بکنیم در خارج از کشور که کمکی باشه. و امروز این انقلاب اطلاعاتی که در دنیا ایجاد شده اهمیت مبارزات خارج از کشور رو به شکل بی سابقه ای تشدید کرده، نه به این معنا که نیرو باشد، بلکه به این معنا که به مبارزین داخل کشور راه و رسم مبارزه رو از راه نمادین و ائتلاف، از نظر من ائتلاف جمهوری خواهان متعهد به دموکراسی و حقوق بشر. در اینجاست که واقعا ما در خارج از کشور میتونیم نقش مثبتی ایفا بکنیم، بگیم اون روزی که این رژیم داره سرنگون میشه، داره فروپاشی میکنه، آیا این نیروهایی که ما باشون احساس خویشاوندی میکنیم، نیروهایی که متعلق به دموکراسی و کثرت‌گرایی و حقوق بشر هستند، آیا این نیروها توانایی حضوری در صحنه سیاسی ایران دارن که بتونن در ساختار ایران آینده نقش مهمی ایفا بکنن؟ در اون طریقه که به نظر من میتونیم فعالیت های ملموس و مشخصی داشته باشیم، اول در رابطه با حقوق بشر تمام گروه ها. اگر سلطنت طلبان واقعا معتقده به مشروط خواهی هستن، چقدر خوبه که این گروه ها تشکیلات دموکراتیکی درست بکنن و به اون چیزی که میگن میخوان در آینده در ایران ایجاد بشه، امروز در لس آنجلس، برلین و لندن نشون بدن که در اینجا دموکراسی وجود داره. ما انتخاب منتقدین و مخالفین خودمون رو دشمن نمیدونیم، رقیب میدونیم، و جمهوری خواهان و غیر ذالک. بنابراین اگر ما که در خارج از کشور امید و آرزوی سرنگونی فاشیست و مذهبی در ایران رو داریم و آرزوی جانشینی اون وسیله دموکراسی میکنیم، خودمون در خارج از کشور آیا از نظر نمادین اقداماتی میکنیم که برای مبارزین داخل کشور به تشویق اون در دنیای واقعیت اونه؟ وگرنه بحث های کلی که در آینده چی میشه، متاسفانه تاریخ ریاضی نیست، 2 به علاوه 2 مساوی 4 باشه نیست. و این بحث هایی بود که دقیقا کمونیست هایی که در گذشته مارکسیسم را که کمونیسم به عنوان یه علم میدیدن، به عنوان یه سیستم ریاضی میدیدن، تقلیلگرا بودن، دیدیم که سرنوشتشون در سراسر دنیا با شکست مواجه. بنابراین ما به احترام به کثرت‌گرایی، احترام به رقیب، تعهد به حقوق بشر در رفتار و کردار امروز خودمون بهترین کمکی است که ما بتونیم به مبارزین داخل کشور بکنیم، و این انقلاب اطلاعاتی در دنیا این امکان رو به مبارزین خارج از کشور داده، ولی با نهایت تأسف ما به اندازه کافی از این امکان استفاده نکردیم. خب آقای فرنگ، من هنوز نمیدونم چقدر به پایان وقت برنامه مونده، امیدوارم اتاق کنترل به من این خبر رو بدن که 5 دقیقه وقت داریم. بله، اجازه بدید در این 5 دقیقه باقی مونده یک سوال دیگری هم ازتون بکنم. شاید این سوال یه مقدار به نوعی بدون سانسور باشه، بدون هیچ گونه به اصطلاح ملاحظه‌ای، جز اینکه بر اساس پاسخی که شما میدید
ببینیم چگونه میشه از وضعیت کنونی برای نجات کشورمون بهره‌مند شد. شما چند سالی است که در رابطه با ضرورت ایجاد یک تشکیلات حقوق بشری فعالیت میکنید و ایرانیان رو دعوت میکنید برای ایجاد یک چنین تشکلی، هم برای امروز و هم برای فردای کشورمون. علیرغم همه تلاشایی که صورت گرفته، اما اون چیزی که شما انتظار داشتید با 5000 نفر عضو از طرف ایرانیان که این تشکیلات بتونه فعالیت خودش رو به طور جدیتر به اصطلاح ادامه بده یا شروع بکنه، هنوز انجام نگرفته. در این روزها ما شاهد تشکیل انواع شوراها و جبهه های مختلفی هستیم که به هر حال اونها هم حالا یا ادعا میکنن یا با این نیت اینها رو میسازن، این نوع تشکل ها رو، که بتونن در اون نقطه فروپاشی رژیم در کنار مردم قرار بگیرن تا ضمن حفظ امنیت کشور شرایط رو برای رفتن به سوی دموکراسی، کثرت‌گرایی، حقوق بشر، یک جامعه سالم نوین ایجاد بکنن. شما قطعا تمام این اقدامات رو دنبال میکنید. همین دیشب در یک گفتگوی با دو تن دیگر از کنشگران سیاسی، جناب دکتر بهرام بهرامیان و آقای بهروز ستوده، در این خصوص صحبت کردیم و من مطلع شدم به عنوان یک کنشگر سیاسی که یک شورای جدیدی هم در حال تأسیس با همین هدف رسیدن به دموکراسی و آزادی و حقوق بشر. به نظر شما این وضعیت موجود که هر روز ما شاهد ایجاد یا به وجود اومدن تشکل‌های گوناگون داریم با عنوان‌های شورا و جبهه و غیر ذلک، تا چقدر میتونه کمک بکنه برای مؤثر واقع شدن در اون نقطه آغاز فروپاشی که جامعه رو بتونه کمک بکنه به نوعی حتی شاید مدیریت بکنه برای رسیدن به اون اهدافی که شما همواره تو صحبتاتون بهش اشاره میکنید: دموکراسی، حقوق بشر، آزادی. بفرمایید. این تشکیلاتی که اینجوری همه قابل فهم، اگر در ایران هم الان ما کاملا آزاد باشیم، هیچ از امنیت برخوردار باشیم، تردیدی نیست که جامعه کثرت‌گرایی داریم بر مبنای به صدا بینش های خاصی از ایدئولوژی های متنوع گروه های مختلف تشکیل میشه. ولی تا اونجایی که من دنبال میکنم، تمام این گروه هایی که شما اسم بردین در خارج از کشور، اینا خودشون رو معتقد به دموکراسی میدونن، خودشون رو معتقد به حقوق بشر میدونن، حداقل در نوشته ها و در مصاحباتی که میکنن. اگرچه اون چیزی که ما سخت بهش نیازمندیم اینه که تشکیلاتی درست بکنیم، یعنی تشکیلاتی که کارزار علاقمند به ایجاد اونه، فراجناهی، فراحزبی و فرا ایدئولوژیک، یعنی متعینی که بگیم ما به مشروعیت این گروه ها رو اصلا زیر سوال نمیبریم و اونها رو در واقع در هر جامعه بازی اجتناب ناپذیر میبریم. ولی اگر این رقابت ها بخواد مسالمت جویانه و از طریق دموکراتیک انجام بشه، ما باید یک اصل مشترک داشته باشیم، یک اصل مشترک داشته باشیم و اون اصل مشترک هم دفاع از حقوق بشر و نهادینه کردن دفاع از، یعنی قانونی کردن دفاع از حقوق بشر بود. و این در دنیای واقعیت در خارج از کشور ایجاد نمیشه مگر اینکه ما این تشکیلات رو حرفه‌ای بکنیم. اینطوری نیست که داوطلبانه من و شما امروز جلسه بذاریم و سخنرانی بکنیم. حرف اینا همه ارزش‌های خودشو داره، همه پیر میشیم، خسته میشیم، از بین میره. یک نهاد میخواد، یک تشکیلات حرفه‌ای میخواد، مثل عفو بین الملل، مثل دیدبان حقوق بشر، که این تشکیلات کسانی که براش کار میکنن شغلشون باشه، شغلشون باشه. به همین دلیل که من میگم اگر از این 7 میلیون ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنن 5000 نفرشون بتونن عضو تشکیلاتی باشن که به هیچ وجه من الوجود با هیچ چک از گروه های سیاسی مخالف نیستن، منتها میگن این گروه های سیاسی فقط در صورتی میتونن به اهداف بیان کرده خودشون برسن که آزادی وجود داشته باشه و دفاع قانونی از حقوق بشر بود، و اونم گام به گام. ایدئال رومانتیک هم نباید اونطوری فکر، ولی متاسفانه نشده. اون چیزی که مشکل برای با ایجاد کرده در خارج، کمبود اعتماد و ناامیدیه. یعنی چرا ما نمیتونیم یه تشکیلاتی درست بکنیم که 5000 نفر سالی 100 دلار بدن، که 2 نفر 3 نفر استخدام بشن، کسانی که میتونن گریجویت استودنت باشن، دانشجویان روابط تاریخ یا روابط اجتماعی یا روانشناسی، که شغلایی که در دانشگاه ها میگیرن هفته 20 ساعت کارشون این باشه، و بعد فعالین از طریق این تشکیلات حرفه‌ای
که یک نهاد میشه، نه اینکه دو تا فرد خسته بشن برن بیرون. این اینو بعد که امید من اینه که این کارزار بتونه یک نهاد بشه، یک نهاد حرفه‌ای که از طریق حق عضویت اعضای اون اداره میشه. اون موقع است که ما میگیم یک نهاد حقوق بشری و یک نهضت حقوق بشری که میخواد با فرهنگ استبدادی ایران مبارزه بکنه. و کار این نهاد فقط این نیست که بیاد افشاگری نفی و نقض حقوق بشر در ایران بکنه، اون به جای خود، اون تشکیلات خارجی خیلی بهتر از ما میکنن. کار اساسی این کار ترویج فرهنگ حقوق بشر و ترویج احترام به کثرت گراییه. این کار نیاز به یه تشکیلات حرفه‌ای داره که امیدوارم قبل از اینکه من به خاکستر بشم به وجود بیاد در دنیا. اختیار داریم، ما به این امید هستیم که قطعا این تشکیلات و این کارزار با حضور و کمک شما، با راهنمایی شما، هر چه زودتر شکل بگیره.